شاگردای عزیز با حضور شما دوباره حاضر شدم با یک درس جدید. درس امروز ما شما درس پنجم صفحه 9 بهار و دهقان. امید است که درس گذشتی را که بر شما به سهم شما رساندیم یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. امید است که درس را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، فعلا ما شما درس ما راجع به بهار و دهقان است. پیش از اینکه ما روی از این موضوعات برم، میخوایم راجع به بهار یک کم همراهتون صحبت کنم. خوب دقت کنید شاگردای عزیز، امید است که قلم، کتابچه و کتاب هم نزدتان باشه. این را هیچ وقت فکر میکنم فراموش نمیکنید که بخاطر کار روزمره شما هست با قلم و کتابچه. شاگردای عزیز، بهار یعنی فصل حلال سال است. فعلا ما شما که امینجا قرار داریم، فصل هست که بهار فصل حلال سال میباشد و تمام درخت ها، سبزه ها چی میکنن؟ پیراهن سبز رو بتن میکنن. ما شما در فصل بهار، وقتی که بهار آغاز میشه، فصل یعنی تغییر میکنه، باید از خوبی های بهار استفاده کنیم و همچنان در فصل بهار تمام جای سبز میشه، درخت ها شکوفه میکنن و همچنان مکتب ها شروع میشه. ما همه ما که بر سیمای رخصتی به زمستان رفته بودیم و مکتب آماده میشیم، کتاب، کتابچه، قلم و بیک آماده میکنیم که تا به طرف مکتب روان شویم. در این فصل تمام دهقان ها به کشت و کار خود میرن و به زمین های خود قلوه میکنن و بعدا تخم هایی را که گرفتن او را کشت میکنن. بعدا بسیار زیاد، یعنی دهی فصل اتو برتون ونبود بساتم شاگردا، که یعنی بسیار، یعنی یک فصل خوب، یک فصلی هست که نه هوا بسیار گرم و نه هوا بسیار زیاد سرد است، بسیار هوای معتدل که خوش آدم میاد. و ما از شما عزیزا ایره خواهش میکنم که وقتی که بهار یا فصل حوال سال میشه، کوشش کنین که به درسای خود ادامه بدین و درسای تانه که فراموشتان شده او را حتما در خانه تکرار کنین و روزانه که درس میگیرین دهی روزای بهار باید سوره در خانه حتما بخونین و نوشته کنین. و در کتابی که ما فعلا حالا که میخوانم بهار و دهقان است، یکی از ترانه های بسیار مقبول با بهار و دهقان سروده شده که شما کتابایتان را گرفته و ما ترانه را به سهم شما میرسانم و بسیار با دکلمه مقبول. دقت. بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم صفحه 9 کتاب 3 بهار و دهقان. به هنگام بهاران که گل خندد به گلزار، جفاکش با بدیقان به دستش یوغ و اسفار، به پاهش نعله چوب کمربسته به دستار، رود سوی زمینش زند بیل و کند کار، کند قلبه و ماله دهد کشت خود انبار، بکارد گندم و جو جواری نیز بسیار، هم از شالی و پنبه تخم ریزد به خروار، کند خدمت به مردم نباشد هیچ بیکار، تو هم خود را تکان ده علاهی طفل هوشیار، بیا بیرون به صحرا ببین کشت و ببین کار، که هنگام بهاران کند خرد و کلانکار، روان شو سوی مکتب به شوق و ذوق بسیار. خوب شاگردای عزیز، این ترانه را که من به شما خواندم و به سهم شما رساندم، یعنی یک ترانه است که با بهار و دهقان گفته شده است. میخوایم هر خطش را خوانده و به شما بسیار فشرده و تو عامیانه معنا کنم. میگن به هنگام بهاران که گل خندد به گلزار، میگه زمانی که بهار میشه یا فصل بهار میاد، تمام گل ها فکر کنید که طرفتان خنده میکنن، تمام جای گل ها میگیرد، گلزار میشود. جفاکش با بدیقان به دستش یوغ و اسفار،
میگه زحمتکشی که یعنی از همه کد زحمت میکشه او کی است؟ دهقان است که همیشه یعنی به دست از او چی است؟ یوغ یا اسپار. اسپار به معنای وسیله دهقان است که دیگه او را شاید یک چوبی است که توسط از او یعنی امی زمین خود چی میکنه؟ با همو گوای قلبه که است که از او یعنی پیش میبره و زمین قلبه میکنه. و یوغ، یوغ رو میفهمیم که اونمو قسمتی که چوبی را که بسته میکنه در قسمت گردن گاو او را یوغ میگن که به قسمت پایان شکل تو پنجره پنجره یا مثل پنجره هست که زمین هم میکنه به معنای هزو است. با پایش نعلی چوب کمر بسته به دستار، یعنی با پایش یعنی مثلا چبلی هست که یعنی او شاید از چوب هم باشه، کمر بسته به دستار و همی کمر خدا همیشه او یعنی با چی بسته میکنن؟ با همی لنگی که دستشان یا دستمالی که در گردنشان میباشه همیشه بسته میکنن. روست سوی زمین زند بیل کند کار، او میگه همیشه طرف زمین خود در این فصل روان میباشه و همیشه مصروف زدن یا مثلا نم کردن زمین های خود میباشه در کار. کند قلبه و ماله دهد کشت خود انبار، او میگه همیشه مصروف از همی قلبه کردن زمین های خود است و همی کشت و کار را که کده انبار میده. انبار به معنای پارو منا میده. بکارد گندم و جو جواری نیز بسیار، یعنی او همیشه یعنی مثلا گندم و جو میکاره و جواری هم بسیار. اما شالی و پنبه تخم ریزد به خروار، میگه زمانی که بکشت خود جمع میکنه، زمانی که میخواید یعنی مثلا شالی بگیره و تخم ریزد به خروار، زمانی که مثلا وی را باید برتون بگم که وقتی که گندم جمع میشه بعدن کورا دوباره با توسط شمال را یعنی باد باد میکنه، یعنی تخم های گندم پایان میریزه و شالی هایش بالا میره. کند خدمت به مردم نباشد هیچ بیکار، او همیشه میگه به مردم خدمت میکنه و هیچ وقت بیکار نیست. تو هم خود را تکان دهی الا ای طفل هوشیار، میگه تو هم خود را یعنی وقتی که بهار میشه باید از خود باید از یک تکان بدی و هوشیار شوی، باید از بیدار شوی از خواب زمستانی. بیا بیرون به صحرا ببین کشت و ببین کار، میگه تو یک بار بیرون شو که زمانی که فصل بهار میشه ببین که کلگی همگی به صحرا هستن، به کشت هست و به کار هست و به کار روزمره خود مصروف هستن. که هنگام بهاران کند خرد و کلان کار، میگه زمانی که بهار میشه تمام مردم یعنی تمام کسی که خرد است یا کلان است، خرد است به مکتب میره، کلان است به کار میره، هر کس مصروف کار خود میباشه. روان شو سوی مکتب به شوق و ذوق بسیار، یعنی تو میگه به جبر باید از مکتب نری، باید از تو بسیار به شوق و به ذوق به درس خواندن ادامه بدی. خب شاگردای عزیز، امید که یاد گرفته باشین که درس امروز ما را و چیزی به دانشتان اضافه شده باشه. خب حالا این قسمت از درس لغت ها را میخوانم و براتون تکرار هم میکنم و شما همچنان امرای ما یک جا بخوانید. این دو تا تصویر را که شما شاگرد ها میبینید اینا درخت هستن، اینا درخت هایی هستن که همیشه سبز هستن و این را براتون راستی پیش از اینکه لغت ها را بخوانم بگم که هیچ وقت درخت های سبز را نشکننید و چی که در آن میبینید و چی که در خانه تان میباشن. لغت معنی انگام، وقت، دستار، لنگی، شوق، علاقه، جفا، زحمت. انگام به معنای وقت، یعنی ما باید از وقت خود هیچ وقت چی نکنیم؟ بیجا مصرف نکنیم. دستار لنگی، این را شاید شما بفهمید که پدر کلامتان یا کلامتان ما شما به سر خود چی میزنن؟ دستار یا لنگی، ما شما لنگی میگیمش. شوق علاقه، علاقه چیزی که ما شما با او علاقه داریم باید از درس باشه. جفا زحمت، زحمت هیچ کاری بدون زحمت نیست، اما کسی که بسیار زحمت میکشه دهقان است شاگردا، اونا همیشه به خاطر ما شما زحمت میکشه. اینجا ما حروف بهار و دهقان رو به شکل تزیه نوشته کردیم. بی نیمه، هید چشمی نیمه، حلف پورا، ری پورا، دال پورا، هید چشمه، قاف نیمه، الف نون. بی ه الف چی میشن؟ بهار. دال هید چشمه، قاف، الف نون چی میشن؟ دهقان. امید است که یاد گرفته باشین شاگردای عزیز. درس ما و همیجا به پایان میرسه. تا روز بعد بدرود و درسایی که براتون گفته میشه هیر مشق و تمرین میکنین مثل درسای گذشته حتما بایدتان هست و هر مشکل و هر
جایی را که نمیفهمین در گروه برمبانین، من حتما میمیرم. کار خانگی فراموشتون نشه. خداحافظ.